هرکس مرحبا، نسلسنس خوش اومدید به اولین قسمت از فصل پنجم سری ویدیوهای آموزش با کتاب درسی ینی استانبول سطح A1. توی این ویدیو میخوایم بریم سراغ صفحه 87, 88 و 89 تا با یک مبحث جدید در زبان ترکی استانبولی آشنا بشیم. بریم سراغ قسمت اول از این فصل، یونیته بش، فصل 5، به جریلر مهارت ها. مهارت هایی که در این فصل به دست خواهید آورد در مورد ساعتی، سویلمه، گفتن ساعت، نوت یازما، یادداشت نوشتن، تبریک اتمه، تبریک گفتن و دیل بیلگیزی. دستور زبانه مختلفی رو در مورد ساعت‌ها یاد خواهیم گرفت، همچنین فعل گذشته ساده رو به طور کامل و مفصل توی این فصل با هم دیگه یاد خواهیم گرفت و همچنین پسمندهی که نیاز دارید شما برای جمله نوشتن‌ها، برای مکالماتتون که جزو دستور زبان‌های اساسی و پایه‌ای زبان ترکی استانبولی هستن رو یاد خواهیم گرفت و میپردازیم به قیدهای زمانی. کلیمه‌لر، کلماتی در رابطه با تاریخ، تاریخ، بایراملار، عیدها، özel günler، روزهای خاص یاد خواهیم گرفت. خب این فصل اسمش چیه؟ زمان زمان، یعنی گه گاه، زمان زمان. خب بریم سراغ این قسمت، صفحه 88، یونیته بش، زمان زمان. آ بولومو، قسمت آ، ساعتلر، ساعتلر یعنی ساعتها. میخوایم اینجا با هم دیگه مبحث مهم ساعتها رو یاد بگیریم تا بتونید اعلام ساعت رو داشته باشید، تا بتونید ساعت رو بیان کنید برای اعلام کردن اینکه ساعت چنده و همچنین بتونید بیان کنید در ساعت چند چه کاری انجام میدید که خیلی خیلی مبحث مهمی هستش. ساعت کاچ، خب اینجا چیزایی که باشون آشنا میشیم. ساعت کاچ، بهتون گفتم ساعت کاچ یعنی ساعت چنده، ساعت کاچ. ساعت کاچ تا این فرق میکنه، یعنی در ساعت چند. این پسند رو میبینید که در انتها اومده، پس این یعنی در ساعت چند. پس اولی برای اعلام ساعت استفاده میشه، ساعت کاچ. ساعت کاچ یعنی ساعت چنده. ساعت کاچ تا یعنی در ساعت چند. وقتی میخواییم بیان کنیم که مثلا در ساعت چند چه کاری انجام میدی، باید از این عبارت استفاده کنیم، ساعت کاچ تا. در واقع پسند تا بهش اضافه شده. نه زمان یعنی کی، چه موقع، گچه و کالا، که این دوتا رو توی جمله بهتون خواهم گفت به چه معناست. وقتی که ما میخواییم اعلام ساعت کنیم برای انجام کاری، از این دوتا کلمه استفاده میشه که ترجیح میدم که مفصل بریم سراغ مبحث ساعتها و اینها رو معنیشون رو بگم. گچ از گچمک میاد، به معنی گذشتن، گذر کردن. کال از کالمک، معنی ماندن. تا اینجا متوجه شدید کالا استفاده میشه وقتی میخواییم بگیم مثلا فلان مقدار دقیقه مونده به ساعت فلان. و همچنین گچ از گچمک هست، معنی گذر کردن، گذشتن. کالا از کالمک هست، به معنی ماندن. که این دوتا هر کدومش توی اعلام ساعت استفاده میشه وقتی میخواییم کاری رو انجام بدیم. بذارید بریم سراغ جملات و توی جمله این دوتا رو براتون معنی کنم که با رنگ آبی هم هایلایت میکنم. خب بریم سراغ این قسمت. ساعت کاچ، میبینید اعلام ساعته. ساعت کاچ، ساعت چند، جواب. ساعت سکیز، میتونیم ساعت رو بگیم، میتونیم هم نگیم، تو پرانتز گذاشته. اما اعلام جواب اینه، به این شکل سکیز، یا میگیم سکیز یا میگیم ساعت سکیز، ساعت هشته. دومی میگه چی؟ میگه ساعت کاچتا کالکیوسون. میبینی نکته مهم اینه که ساعت کاچتا میشه، تغییر پیدا میکنه، ساعت کاچ به ساعت کاچتا و بلافاصله بعدش یه فعل میاد، یه انجام کاری میاد. ساعت کاچتا کالکیوسون، ساعت کاچتا کالکیوسون یعنی ساعت چند بیدار میشی، در ساعت چند بیدار میشی. وقتی که میخواد اعلام کنه، فرقش اینه که وقتی که میخواد بگه در ساعت 7، میبینید پسوند د بهش اضافه شد، ساعت یدیده، ساعت یدیده، یعنی در واقع بیان میکنیم در ساعت فلان، همونطور که اینجا یعنی در. پس اینو حواستون باشه. بریم سراغ سومین جمله. ساعت دوکوز بوچوکتا درس باشلیور، میگه در ساعت 9 و نیم درس شروع میشه، کلاس شروع میشه. دوکوز بوچوکتا، بوچوک یعنی نیم، بوچوک یعنی نیم. دوکوز بوچوکتا یعنی در ساعت 9 و نیم. همونطور که میبینید پسوند تا به بوچوک اضافه شد، همونطور که دیدید اینجا به رأس ساعت اضافه شد، در ساعت 7، اینجا هم به ساعت 9 و نیم. یعنی تا الان متوجه شدید وقتی که میخوایم بگیم در ساعت فلان، وقتی که ساعتمون رأس ساعت قرار داره و یا روی نیم قرار داره، میتونیم این پسوند رو مستقیم بهش اضافه کنیم و بیان کنیم. جمله بعدی نوشته ایکی چهره گچیو، ایکی چهره گچیو، این اعلام ساعته، یعنی ساعت 2 ربه، یعنی ساعت 2 را 1 ربع میگذرد. ایکی، من اینا رو فرمولاشو کامل بهتون
درس میدم. الان فعلا هدفمون آشنایی بس باش. ایکی چیرک گچیو یعنی ساعت دو ربه. این پسوند مفعولیه که استفاده شده. چیرک به معنای رب هست. گچیو هم که فعل جمله. جمله بعدی نوشته ساعت 6:20 کلا اوچاک کالکیو. میگه ساعت، حالا داره اعلام میکنه، میگه در ساعت 20 دقیقه به 6 هواپیما میپره، یعنی هواپیما حرکت میکنه، پرواز میکنه. خب کالکمان فعلی است که علاوه بر اینکه معنی بیدار شدن از خواب، پا شدن از خواب میده، برای حرکت کردن وسایل نقلیه هم استفاده میشه. پس میگه 6:20 کلا اوچاک کالکیو، یعنی ساعت 20 دقیقه مونده به 6 هواپیما حرکت میکنه و میپره. خب اینجا کالا اومده که این هم برای اینه که بیان کنین در ساعت انقدر مانده به 6، که اینا رو گفتم مفصل بهتون میگم، فعلا تو ذهنتون داشته باشید که ما از افعالی که استفاده میکنیم برای اعلام ساعت گچیور هست، چیرک به معنای رب هست. همچنین اگه بخوایم توی جمله بیان کنیم از کلمه کالا استفاده میکنیم برای بیان این که بگیم اینقدر مونده به، مثلا مثل اینجا که اینقدر مونده به ساعت 6. خب خواستم فعلا فقط آشنا بشید. بریم سراغ این قسمت. هازلیک چالشماسی یعنی فعالیت مقدماتی. آشادکی سورلری کوچیکتن بویه دورو سرالایلم. میگه آشادکی سورلری مدت زمانهایی که در پایین نوشته شده رو کوچیکتن بویه یعنی از کوچیک به بزرگ دورو سرالایلم، درست مستقیم به ترتیب کنیم. میگه درست از کوچیک به بزرگ به ترتیب کنیم. خب میخوام اینا رو به ترتیب کنیم. کوچیکترین چیزی که میبینیم چیه؟ من اول میخونم. آی یعنی ماه، ساعت یعنی ساعت، یل سال، ثانیه ثانیه، دقیقه دقیقه، جون به معنای روز، هفته هفته، موسم یعنی فصل. خب کوچکترینش چیه؟ می نویسم کنارش، من عدد می نویسم که مشخص باشه. پایینش می نویسم ثانیه، اولی هست، ثانیه به معنای ثانیه. بعد از اون دقیقه به معنای دقیقه هست. بعد از دقیقه چیو داریم؟ ساعت به معنای ساعت هست. بعد از ساعت ما چیو داریم؟ گون روز رو داریم. بعد از گون هفته، هفته به معنای هفته. بعد آی رو داریم به معنای ماه. بعد از اون مبسیم رو داریم به معنای فصل. و آخری یل، یل به معنای سال. همینطور که دیدید گفتیم ثانیه، 60 ثانیه، 60 ثانیه میشه چی؟ میشه 20 دقیقه. 60 دقیقه 60 دقیقه میشه 20 ساعت. 24 ساعت میشه 20 گون. 7 گون میشه 20 هفته. 7 روز میشه 1 هفته. 4 هفته میشه 20 آی 1 ماه. و 3 آی میشه 20 مفسیم. 3 ماه میشه 1 فصل. و 4 مفسیم 4 فصل میشه 1 یل، 1 یل 1 سال. خب بریم سراغ این قسمت. آشادکی ساعت لری رسیم لعلش لشترلی. میگه ساعتی که پایین هستن رو با تصاویر جفت کنیم. اینجا اعلام ساعت رو برامون نوشته. ساعت دو کوز، ساعت نهه، ساعت دو کوز. به همین راحتی ببینید ساعت دو کوز شماره 3 هستش. می نویسم ساعت دو کوز، ساعت نهه که اینجا دیدید. بعدی نوشته ساعت 2:30. ساعت 2:30، 2:30 یعنی ساعت 2:30. بوچوک به معنی نیم هست، بعد از عدد به کار میره. ساعت 2:30، 2:30 که تصویر شماره 2 رو داره نشون میده. ساعت بشی بشگچیو، ساعت بشی بشگچیو یعنی ساعت 5:05 از تصویر شماره 4 رو داره نشون میده. من نکته رو بهتون میگم. ساعت بشی این پسوند مفعولیه و بعد از اون بش میاد که مقدار دقیقه است و بعد هم گچیور میاد که فعلشه. ساعت بشی بشگچیور یعنی ساعت 5:05 است. بعدی ساعت اونیکی، ساعت اونیکی ساعت 12 رو داره نشون میده. تو این ساعت دیجیتالی شماره 5 رو داره نشون میده ساعت اونیکی. و آخری ساعت ایکی که داره تصویر شماره 1 رو بهمون نشون میده. پس دیدیم اعلام ساعت نسبتاً راحته، البته به شرطی که عقربه بزرگ ساعتمون روی رأس ساعت قرار بگیره یا روی نیم قرار بگیره، مثل اینجا که دیدید.
کار ما خیلی راحت میشه وقتی عقربه بزرگمون روی رأس ساعت قرار داره، یعنی رأس ساعت رو بخوایم اعلام کنیم یا نیم رو بخوایم اعلام کنیم. ولی اگر یکم عقربه بزرگ تکون بخوره و قبل و بعد 12 قرار بگیره یا قبل و بعد 6 قرار بگیره، توی این محدوده قرار بگیره، حالا یه تغییراتی انجام میشه که ما میخوایم این فرموله رو یاد بگیریم. مثل اینجا که نوشت ساعت بشی بش گچیر، اینا رو مفصل بهتون میگم. بریم سراغ اکوما، خواندن. نه زمان، کی. اینجا برامون چند تا مکالمه قرار داده و میخوایم یکی یکی بخونیم. اکوما، خواندن. نه زمان، کی. پاردون، ساعت کچ. پاردون، ساعت کچ. سکیزی چهره گچیو. تشکرلر، ریجا داریم. خب، داره ساعت میپرسه. پاردون، ساعت کچ. ببخشید ساعت چنده؟ پس ما داریم یاد میگیریم که چطوری بپرسیم ساعت چنده. پاردون، ساعت کچ. ببخشید ساعت چنده؟ پاردون، ساعت کچ. سکیزی چیرک گچیو. سکیزی چیرک گچیو. میگه ساعت 8:15. سکیزی چیرک گچیو. به این شکل نشون داده میشه دیگه. سکیزی این پسوند مفعولیه و چیرک به معنی ربع اومد و گچیو رو هم بهتون گفتم که فعلشه. تشکرلر، تشکر. ریجای دریم هم به معنی خواهش میکنم هست. مکالمه بعدی نوشته فیلم کاچتا باشلیور. فیلم کاچتا باشلیور. فیلم در ساعت چند شروع میشه؟ فیلم کاچتا باشلیور. فیلم ساعت چند شروع میشه؟ میبینید اینجا داریم در واقع اعلام ساعت میکنیم، اما برای انجام کاری. اینجا فقط اعلام ساعت بود، گفت ساعت چنده، ولی اینجا نمیخواد ساعت رو بپرسه که اعلام کنه، میخواد انجام شدن یک کاری رو بگه با اعلام ساعت. به خاطر همین اینجا تغییر کرد و شد کچتا. پس گفت فیلم کچتا باشلیو، یعنی فیلم در ساعت چند شروع میشه؟ میگه آلتیا چیرک کلا باشلیو. آلتیا چیرک کلا باشلیو یعنی ساعت 1:15 مونده به 6 شروع میشه. خب با آلتیا که میدونید این پسوند به معنی به هستش. آلتیا، آلتی شیش، یمیانجی آ به معنی به. آلتیا به شیش. چیرک یعنی روب. کالا یعنی منده. کالا یعنی در ساعت 1:15 به 6، یعنی در ساعت 1:15 مونده به 6. کال از کالما که معنی ماندن یا درست که معنی مانده میده، اما وقتی میخوایم معنی کنیم باید بگیم در ساعت فلان. این یادتون باشه در جواب کاچتا از این نوع کلمه استفاده میشه. و بعد میگه باشلیور، ادامه جمله رو میده، میگه شروع میشه. شیمدی ساعت کاچ. حالا راز ساعت رو میپرسه، میگه الان ساعت چنده؟ میگه بشی 25 گچیو. بشی 25 گچیو ساعت 5:25 دقیقه است. پسوند مفعولی آورده، بشی 25 گچیو فعلش آورده، میگه ساعت 5:25 دقیقه است. یعنی تحت لفظی بخوام معنی کنم یعنی 5:25 دقیقه میگذرد. گجیکیو روز. گجیکیو روز هایدی گیدلیم. گجیکیو روز هایدی گیدلیم. گجیکیو روز یعنی میگه دیر میکنیم. گجیک از گجیک من یعنی دیر کردن، تاخیر داشتن. میگه دیر میکنیم. گجیکیو روز هایدی گیدلیم. هایدی گیدلیم یا میگیم هدی گیدلیم، یالا بریم. و اما مکالمه بعدی، درس پروگرامون نسل. درس پروگرامون نسل. بوش وقتین وارم. درس پروگرامون نسل. میگه برنامه کلاست چطوره؟ بوش وقتین وارم. آیا وقت خالی داری؟ میگه برنامه درس و کلاست چطوره؟ بوش وقتین وارم. آیا وقت خالی داری؟ بوش وقتین وارم. میگه درسلر ساعت 9:30 بیره کدار سوریو. درسلر کلاس ها درس ها ساعت 9:30 از ساعت 9:30 ساعت 9:30 بیره کادار از ساعت 9:30. میبینید 9:30 یعنی 9:30، ولی بعد از اون پسوند تان رو اضافه کرده برای رأس ساعت. و نیم وقتی ساعت ما رأس هست یا روی نیم قرار داره میتونیم پسوند رو بهش اضافه کنیم. میگه 9:30 تان، بعد از اون میگه بیره کادار، یعنی از ساعت 9:30 تا ساعت 1 بیره کادار. اینا یه دستور زبانی هستن که یاد میگیریم توی همین قسمت آ از این فصل. بیره کادار تا ساعت 1 سوریو طول میکشه. ساعت 2 کادار بشم. ساعت 2 کادار بشم، میگه تا ساعت 2 بیکارم، وقت دارم، خالیم. بش یعنی خالی، بشم یعنی خالیم، یعنی در واقع میخواد بگه وقتم خالیه، بیکارم، آزادم. پس این حواستون باشه، بشم یعنی آزادم توی این ساعت، بیکارم و وقت دارم، کار ندارم. ساعت 2 کادار که اینم بهتون گفتم ای کادار معنی تا میده. ساعت 2 کادار بشم یعنی تا ساعت 2 وقت دارم، آزادم. سونرا ساعت 2 دن
دردی چهره گچه کدر دوام ادیو. سونرا بعد ساعت 2 میگه بعد از ساعت 2 رو میبینید اضافه کرده به رأس ساعت، میگه بعد از ساعت 2 دردی چهره گچه کدر تا ساعت 4:15. حالا میبینید کل عبارتی که استفاده کرده دردی چهره گچه هست، پسوند ارو بهش اضافه کرد. ساعت 2 دردی چهره گچه کدر دوام ادیور. سونرا بعد ساعت 2 از ساعت 2 دردی چهره گچه کدر تا ساعت 4:15 دوام ادیور ادامه دارد. پس میگه سونرا ساعت 2 از ساعت 2 تا ساعت 4:15 ادامه دارد. پس این مکالمه بود برای اینکه اعلام ساعت کنه و بگه از چه ساعتی تا چه ساعتی فلان کار رو انجام میده. و مکالمه 4 از این قسمت، ایشین ساعت کاچتا باشلیور، ایشین ساعت کاچتا باشلیور، میگه کارت در ساعت چند شروع میشه، ساعت کاچتا باشلیور، میگه کارت ساعت چند شروع میشه، در ساعت چند شروع میشه. میگه صباح 2:15 باشلیور، صباح قید زمان رو که صبح هست رو قبلش آورد، گفت صباح و بعد گفت 2:15، صباح 2:15 باشلیور، صبح در ساعت 9 شروع میشه. ساعت کاچتا بیتیو، دوباره میگه ساعت کاچتا بیتیو، در ساعت چند تموم میشه، میگه اکشام، قید زمان رو که عصر هست رو بعدش آورد، گفت اکشام 6:00، گفت عصر در ساعت 6 اکشام 6:00 بیتیو تموم میشه. بی ساعت اوله مولاسی وریورم، بی ساعت اوله مولاسی وریورم، بی ساعت یه ساعت، اوله مولاسی یعنی استراحت نهار، مولا یعنی اون توقفی که داده میشه، حالا بین راه، بین کلاس، اون توقفی که بین یه کاری داده میشه تا استراحت بشه. اول مولاسی یعنی استراحت نهار، اون وقتی که برای نهار داده میشه که هم استراحت کنن هم نهار بخورن. بی ساعت اول مولاسی وریورم، میگه یه ساعت استراحت برای تایم نهار میدم. بعد گفت توپلام 8 ساعت چالشیورم، گفت در کل توپلام جمعن 8 ساعت، 8 ساعت کار میکنم. پس گفت در ساعت 9 کار شروع میشه، در ساعت 6 هم تموم میشه. بعد گفت یه ساعت هم اون استراحت نهاره هست که جمعاً 8 ساعت کار میکنه، 1 ساعت استراحت داره. خب این 4 تا مکالمه رو با هم دیگه خوندیم، این قسمت رو بخونیم. آشادکی ساعتلر هنگی دیالوگلاردا وار، آشادکی ساعتلر میگه ساعتایی که در پایین هستن، هنگی دیالوگلاردا وار، در کدوم دیالوگ ها هستند. بولالم، خب اینجا ساعت ها رو دارید میبینید، سکیزی چیرک گچیو، سکیزی چیرک گچیو یعنی ساعت 8:15 هستش که اینجا بهتون نشون دادم، سکیزی چهره گچیور. پس تو این توی کدومه؟ توی مکالمه شماره 1 هستش. مورد بعدی ساعت 2، میبینید 2 رو داره نشون میده، ساعت 2، ساعت 14 میشه ساعت 2 دیگه. اینجا ببینید گفتش که ساعت 2 از ساعت 2، بعد گفت تا ساعت 4:15. خب که اگه من بخوام این رو به صورت 24 ساعتی بنویسمش، 2 میشه ساعت اون جورت و 4:15 هم میشه اون آلتی اون بش، اون آلتی اون بش میشه، که در واقع اینه دیگه، اینم توی مکالمه شماره 3 بودش، این ساعت اون جورت که میشه ساعت 2 و 16:15، ساعت 16:15 میشه دردو چهره گچیور. اگه بخوام اعلام ساعت کنم میشه 16:15. بعد از اون 17:45 رو داریم، 17:45 میشه یه رو به شیش رو کجا داشتیم؟ اینجا یه رو به شیش رو اینجا داشتیم. 6:00 کلا باشلیور، گفت در ساعت یه رو به شیش شروع میشه فیلم، گفت در ساعت یه رو به شیش شروع میشه. 6:00 کلا در واقع داره ساعت 5:45 رو نشون میده، یا اگه بخوام اینجوری هم بنویسم میشه 17:45 که اینجا داره ساعت 5:45 رو نشون میده. پس اینو می‌نویسم برای مکالمه دوم هست. بعدی چی؟ 2:00، 2:00 یعنی 9 کجاست؟ اینجا. گفت صباح 2:15 باشلیور، گفت در مورد کارش گفت که ساعت 9 شروع میشه، در ساعت 9 شروع میشه. پس اینم برای مکالمه شماره 4 هست. بعد از اون ساعت 13 رو گفت، 13 میشه ساعت 1، ساعت 13 هم توی این مکالمه بود که گفت کلاسا از ساعت 9:30 شروع میشه تا ساعت 1، که در واقع 1 میشه همون ساعت 13 دیگه. پس اینم برای مکالمه شماره 3 هستش.
بعدی ساعت 6. ساعت 6 یعنی ساعت 6 که اینجا اومد گفته ساعت کچتا بیتیور، گفت ساعت چند تموم میشه، در مورد کارش گفته بود، گفت ساعت 6 دا بیتیور، در ساعت 6 تموم میشه. پس اینم برای مکالمه شماره 4. بعدی دوکوز اوتوز، دوکوز اوتوز یا میگیم دوکوز بوچوک، دوکوز اوتوز یعنی 9:30، دوکوز بوچوک یعنی 9:30، که اینجا تو همین مکالمه گفت درسلر ساعت دوکوز بوچوک تن بیره کدار شوریورگ، درس ها کلاس ها از ساعت 9:30 تا ساعت 1 ادامه دارن. پس اینم برای مکالمه شماره 3. و ساعت بعدی 17:25 هست که اینجا گفتش، نوشتش، گفت چی؟ گفت بشی 25 گچیو، بشی 25 گچیور، یعنی من بخوام اینجوری بنویسم بشی 25 گچیو، که در واقع میشه همون 17:25 وقتی داریم در مورد بعد از ظهر صحبت میکنیم. بنابراین اینجا هم مربوط است به مکالمه شماره 2 که اینجا با ساعت ها آشنا شدیم، با اعلام ساعت، اینکه چطوری ساعت رو بیان میکنن و همچنین اینکه چطوری ساعت رو برای انجام کاری اعلام میکنن. حالا بریم سراغ صفحه بعدی و این مبحث مفصل ساعت‌ها. یا سیز یعنی شما چی؟ شما چطور؟ حالا به شما میگه، این دوتا سوال رو داره از شما میکنه با توجه به چیزایی که توی همین صفحه یاد گرفتید. یا سیز شیم دی ساعت کچ، الان ساعت چنده؟ به عنوان مثال الان ساعت رأس ساعت 6 میگم شیم دی ساعت 6، الان ساعت 6. ساعت کچتا کالکو سنوز، در ساعت چند بیدار میشی؟ میخوام بگم در ساعت 10 بیدار میشم. ساعت اوندا کالکو روم، میبینید فرقی که داره با توجه به سوالی که کرد. اینجا گفت ساعت کچ، گفتم ساعت 6، پایینی گفت ساعت کچتا کالکو سون، گفتم ساعت اوندا. این فرقه رو دیدید درسته؟ حالا بریم سراغ این مبحث ساعت که فرمول داره که باید یاد بگیرید با توجه به اون اینها رو بیان کنید. دیل بیلگیسی دستور زبان، ساعت لر یعنی ساعت ها، که میخوایم ساعت ها رو اینجا یاد بگیریم. کلمه ساعت هم که میدونید استثناء است، به خاطر همین پسوند جمع که بهش اضافه شده لر اضافه شده، لار اضافه نشده. خب اول با واحدهای زمان آشنا بشیم. 60 ثانیه 60 ثانیه میشه چی؟ میشه بی دکیکا. 60 دقیقه 60 دقیقه میشه 20 ساعت، 1 ساعت. 30 دقیقه 30 دقیقه میشه یارم ساعت، یارم ساعت. حواستون باشه 30 دقیقه، خود 30 دقیقه میشه یارم ساعت، میشه نیم ساعت. این نکته داره، بهتون جلوتر بریم بهتون میگم. نیم ساعت یارم رو آورده، بعد ساعت رو آورده، پس یارم قبل قرار گرفته. مورد بعدی 15 دقیقه 15 دقیقه هم میشه ربع، چیرک. خب شما با واحدهای زمان اینجا کامل آشنا شدید. برای اینکه ساعت رو اعلام کنیم، ساعت کاچ، ساعت چنده، بخوایم اعلام کنیم که ساعت چنده، بعد یک فرمولی رو بلد باشیم که یکم مبحث ساعت فرمولش نیاز به دقت داره. ازتون میخوام که در ادامه همین ویدیو کامل حواستون رو بهم بدید که این فرمول رو خیلی خوب یاد بگیرید و برگردیم سراغ این صفحه از کتاب تا اینا رو با هم دیگه بخونیم با توجه به نکته و دستور زبانی که یاد میگیرید. قبل از هر چیزی باید بهتون میگم میریم سراغ مبحث ساعت. در زبان فارسی مبحث ساعت تقریبا آسونه. مثلا میگیم ساعت چنده، اعلام ساعت میکنیم، یه بار میگیم در ساعت چند فلان کار رو انجام میدیم، یعنی یه در میاد و شما در جواب هم میگید در ساعت فلان. اما این قضیه توی ترک استانبولی یکم آب و تابش بیشتره. چرا؟ ما الان توی این ویدیو قراره ساعت چنده رو یاد بگیریم، یعنی میریم سراغ صفحه 56 کتاب و ما ساعت چنده رو یاد بگیریم و بعد در ویدیوی بعدی میریم سراغ این که بپرسیم مثلا در ساعت چند فلان کار رو انجام میدید. این دوتا مبحث کاملا جداست، پس اینو تو ذهنتون داشته باشید. ما فعلا توی این ویدیو میخوایم یاد بگیریم جواب بدیم به این سوال ساعت کچ ساعت چنده، میخواید اعلام ساعت کنید. خب باید بهتون بگم مثل هر زبانی وقتی که ساعت ما رأس ساعت هست آسون ترین هست، یعنی مثل زبان فارسی وقتی ساعت 9 میگیم 9 دیگه، 9.
در زبان ترکی استعمالی هم به همین شکل ساعت دوکوز، ساعت دوکوز، ساعت نهه، ساعت 14 که هست چی میگیم؟ معمولا تو زبان محاوره ما نمیگیم ساعت 14 دیگه، ساعت 2 بعد از ظهر دیگه، بعد از ظهر رو میگیم و مشخص میکنیم که داریم در مورد 2 بعد از ظهر صحبت میکنیم. باید بهتون بگم توی اخبار و موارد رسمی شما اون دورت رو خواهید دید، اما توی مکالمات روزمره ما میگیم ساعت 2. بعد ساعت 12 چند میشه؟ اون 2، ساعت اون 2. میبینید خیلی راحته، ساعت اون دوکوز، ساعت 19 به طور رسمی میشه ساعت اون دوکوز. اما تو محاوره چی میگیم؟ مثل فارسی دیگه، تو زندگی روزمره نمیگیم ساعت 19، میگیم ساعت 7، ساعت 7، ساعت 7 که خب قبلش مشخص میکنیم که هفته عصر رو میگیم مثلا، نه هفته صبح، ساعت 7 که فقط کافیه بگیم مثلا صبح ساعت 7، هفته صبح، یا اکشام ساعت 7، ساعت 7 عصر. ساعت 10 20 2، ساعت 22، اما ما میگیم ساعت 10. اینا رو بلده، تو زبان فارسی هم داریم دیگه، به ساعت 22 میگیم ساعت 10. و ما بریم سراغ اینا، یعنی وقتی که عقربه ساعت ما روی عدد 6 قرار میگیره، یعنی وسط قرار میگیره، 4:30 دقیقه چی میشه؟ 4:30. اینم باید بهتون میگم مثل رأس ساعت ها خیلی راحته، میگیم ساعت 4:30، 4:30. اما توی زبان فارسی هم ما معمولا نمیگیم ساعت 4:30 دقیقه است، میگیم ساعت 4:30، 4:30. پس میگیم ساعت 4:30. پس تا اینجا رو بلد بشید، یعنی ساعت 4:30 یا ساعت 4:30. 4:30 یعنی ساعت 4:30 دقیقه است، ساعت 4:30 یعنی ساعت 4:30. پس بوچوک به معنی نیم، فقط کافیه بگید 4:30. همین. چند تا مثال دیگه، ساعت 11:30 چی میگیم؟ 11:30. به همین راحتی، ساعت 11:30. ساعت بعدی 14:30، ما چی میگیم؟ میخوام بگیم ساعت 2:30، میگیم ساعت 2:30. به همین راحتی 2:30. ساعت بعدی 12:30، 12:30. ساعت 12:30. و ساعت نیمه بامداده. نیمه بامداد چی میشه؟ ما تا الان مثل 12:30 ظهر رو که میگه ساعت 12:30، اما نیمه بامداد که 12:30 شب میشه رو توی اخبار میشنوید یارم، یعنی ساعت نیمه بامداد است، یارم. پس یارم به تنهایی و به طور مستقل یارم یعنی نیمه بامداد وقتی برای اعلام ساعت ازش استفاده میکنیم. چرا دارم اینو تاکید میکنم؟ چون ما اینجا دو تا نیم یاد گرفتیم، یه بوچوک یاد گرفتید که این بوچوکا بعد از عدد میاد، مثلا اون بیر بوچوک یعنی تنهایی نمیاد، اما این یاریم که به معنی نیم هست مستقل اومد، قبلش هیچ کلمه قرار نگرفته. پس اینو حواستون باشه. و اما بریم سراغ آفرین، سراغ این که عقربه بزرگ ما روی 5:10:15 قرار بگیره، یعنی خورد بشه، ساعت بشه 4:10، 4:15، 4:20، 4:25. اینا رو چجوری اعلام کنیم؟ باید بهتون بگم ساعت به دو قسمت تقسیم میشه. ما فعلا با قسمت راستش کار داریم که توی دایره براتون مشخص کردم، یعنی عقربه بزرگ ما از روی 12 تا روی 6 متغیره، اینجا قرار میگیره. یک فرمول داره برای بیان ساعت، چی؟ مثلا ساعت 4:10 است، ساعت، ساعت که 4 هست رو می نویسیم، بعد پسوند را بهش اضافه می کنیم. این پسوند مفعولی رو شما یاد گرفتید، را که به 4 شکل ا ای او ی اضافه میشه، یه میانجی هم داره. خب اگر کلمه ما که ساعت ما از به حرف صدادار خط شده باشه، یه میانجی رو قرار میدیم و بعد دقیقه شمارمون رو عقربه بزرگ روی هر دقیقه‌ای که قرار گرفته اعلام میکنیم و بعد در انتها حتما اعلام میکنیم یه چیور. مثال ساعت 9:10 است، من میخوام کدگذاری کنم توی ذهنت، چجوری؟ بگیم ساعت 9 را 10 دقیقه گذشته، یا 10 دقیقه میگذرد. ما این گچیو رو گفتیم فعل حال استمراری ساده است دیگه، از کمی قبل شروع شده و به طور استمراری داره ادامه پیدا میکنه. پس میتونیم بگیم ساعت 9 را 10 دقیقه گذشته، داره میگذره. خب 9:10، پس میگیم دوکوز
او دوکوزو پسوند مفعولی رو بهش اضافه کردیم دوکوزو. بعد دقیقه شمارمون چیه؟ اون ده و بعد میگیم گچیور میگذرد. ساعت دوکوزو اون گچیور، دوکوزو اون گچیور. ساعت بعدی 6:20 است. توی ذهنتون اول بعد بگید 20 که مشخصه دیگه، سمت راست ساعت ما الان فعلا با سمت راست ساعت کار داریم. 6:20 میگیم چی؟ میگیم 6:20 میگذرد. پس میگیم 6:20 geçiyor. 6:20 geçiyor. 6 بعد یه میانجی و بعد پسوند مفعول. 6:20 geçiyor. ساعت 6:20 است. ساعت بعدی چنده؟ 8:15. 8:15. بنابراین چجوری میگیم؟ میگیم 8 را یه ربع میگذرد. خب پس میگیم 8:30. من با رنگ بنفش مشخص کردم این پسوندهای مفعولی رو، به ساعت اضافه میکنیم و ادامه رو مینویسیم. ساعت 8:30 یعنی 8 را چیرک ربع گچیور. فعل رو حتما مینویسیم. 8:30 چیرک گچیور تحت لفظی یعنی 8 را یک ربع گذشته، که راحت‌تر معنی کنیم میگیم 8 ربع. ساعت 8 ربع است. البته باید بهتون بگم به این شکل هم میتونید بگید 8:15 اون بش گچیور 8:15. اما ما تو زبون محاوره کدومو میگیم؟ معمولا ربع رو میگیم دیگه. میگیم 8 ربع، کمتر پیش میاد بگیم 8:15. اما بدونید که میتونید اون بش هم بگید اگر استفاده میکنید. و 4 ربع. 4 ربع چی؟ میگیم 4 را یه ربع گذشته. حواستون باشه وقتی عقربه بزرگ ساعت سمت راست قرار بگیره، ما باید از پسوند مفعولی و فعل گچیور براش استفاده کنیم. پس میگیم ساعت 4:15 گذشته. 4:15 geçiyor. 4:15 geçiyor. یعنی ساعت 4:15 است. میتونیم بگیم ساعت 4:15 geçiyor. آفرین. و 23:25 ساعت 11:25 است. میگیم چی؟ 11:25. 11 که خب عقربش سمت چپ کارش نداریم، عقربه بزرگ سمت راسته روی 25. پس میگیم ساعت 11:25 geçiyor. ساعت 11:25 geçiyor. ساعت 11:25 است. خب مفصل اینا رو یاد گرفتید که حتما نوت برداری کنید. پس یاد گرفتید که وقتی که عقربه بزرگ سمت راست هست، ما پسوند مفعولی رو به ساعت اضافه میکنیم و بعد دقیقه و بعد فعل. یعنی هر چی که دیدید رو ما اینجا نوشتیم. 9 و 10 گفتیم دوکوزو اون گچیار. اما بریم سراغ این که عقربه بزرگ ما سمت چپ تصویر قرار داشته باشه. فرمولش فرق میکنه. ساعت رو داریم و بعد از اون پسوند آ و ا رو داریم. یاد گرفتید تو فصل 2 مفصل بهش پرداختیم توی همین کتاب. گفتیم به معنای به هست. میخواییم بگیم به فلان ساعت چقدر مونده، درسته؟ مثل ما دیگه توی فارسی 4:10 باشه میگیم ساعت 4:10. اگه 4:50 باشه معمولا نمیگیم 4:50 است، میگیم 10 به 5 دیگه، اینجوری میگیم. بنابراین ما هم همین کار رو اینجا میخواییم بکنیم. یعنی وقتی که بنویسیم ساعت، ما الان ساعت 4:50 رو خود 4 رو نمینویسیم، ساعت بعدیش رو مینویسیم 5. چرا؟ چون داریم تو زبان فارسی میگیم 10:05. پس ساعت بعدی رو مینویسیم که قراره عقربه بزرگ ازش عبور کنه و بعد آ و ا به معنای به، بعد دقیقه شمار یعنی اون تعداد دقیقه که مونده بهش اضافه میکنیم و بعد وار رو اضافه میکنیم. مثال میزنم، مثلا 8:55 توی اسلاید قبلی 8:20 بود، بودیم 8:20 گچیو هرچی میدیدیم رو مینوشتیم. اما اینجا 8:55 است اول. توی زبان فارسی میگیم چی؟ 5 به 9. پس ما به اون 9 کار داریم. مینویسیم 2:05. کار به این 55 نداریم، پس گولشو نخورید. مینویسیم 2:05 مونده. مثال بعدی 14:45. 14:45 میشه ساعت چند؟ یه رو به 3. آفرین. پس میگیم 3 چیرک وار. 3 یعنی به 3، چیرک روب وار وجود داره. 3 چیرک وار یه رو به 3. توی قاعده نرم شدن حروف صامت توی فصل 2 آشنا شدیم، گفتیم یه سری استثناها داریم. پس اینجا اوچ همون اوچ باقی مونه. اوچه با اینکه حرف صدادار بهش اضافه شد، چه تبدیل به ج نشد. علتش رو توی فصل دوم که بهتون گفتم تک بخشی و استثناست. اوچه چیرک وار.
همچنین میتونیم بگیم üçe on beş var. üçe on beş var یعنی 15 دقیقه به 3. ساعت 15 دقیقه به 3. و اما 18:40. 18:40 یعنی چی؟ یعنی 20 دقیقه به 7. 18:40 یعنی 20 دقیقه به 7. پس ما با 7 کار داریم. میگیم ساعت 7 20 var. 7 یعنی عدد 7 میانجی و بعد ا و بعد میگیم 20 var. 7 20 var یعنی 20 دقیقه به 7. 7 20 var یعنی ساعت 20 دقیقه به 7. یعنی 20 دقیقه مونده به ساعت 7. یه مثال دیگه 21:50 یعنی چی؟ یعنی ساعت 9:50 دقیقه. باز میگیم چی؟ تو محاوره میگیم 10 دقیقه به 10. پس میخوایم از عدد 10 استفاده کنیم. اونا اون وار. اون به اضافه آ اونا یعنی به 10. اون تعداد دقیقه باقی مونده تا ساعت بعدی 10 وار. اونا اون وار 10 دقیقه به 10. یه مثال دیگه 3:35. 3:35 رو چجوری میگیم؟ ساعت 3:35 میگیم 25 دقیقه به ساعت 4. پس میگیم 4:25 وار. 4 یعنی به ساعت 4. 25 25 وار مونده وجود دارد. 4 نگاه کنید، 4 عدد 4 چون می‌خواستیم ا بهش اضافه کنیم، طبق قاعده نرم شدن حروف صامت ت تبدیل به د میشد و نوشتیم 4. حواستون باشه که این قوانین رو هم رعایت کنید دارید می‌نویسید. پس ما اینجا هم یاد گرفتیم که اگر عقربه بزرگمون از عدد 6 تا 12 بود، یعنی سمت چپ ساعت بود، از این فرمول استفاده میکنیم. پسوند آ و ا به معنی ب و کلمه وار استفاده میشه براش. خب آموزش دیدید؟ دیدید چقدر راحت بود؟ ساعت کچ، ساعت چنده؟ این مبحث رو کامل یاد گرفتید. پس گفتیم که اگر رأس ساعت باشه تام ساعتلر، یعنی ساعتهای کامل یا رأس، وقتی رأس ساعت باشه به این شکل بیان میشه. رأس ساعت، میبینید ساعت، ساعت الان ساعت چنده؟ هفته. میگیم ساعت یدی. یا اگر هفته صبح باشه کافیه قبلش قید زمان رو بیان کنیم. قید زمان چیه؟ مثل اینجا که میخوایم بگیم ساعت هفت صبح، کافیه بگیم ساعت صباح یدی. صباح یدی. پس صباح رو قبلش میاریم. مثلا وقتی میخواید یه چیزی بیان کنید، ممکنه طرف قاطی کنه که مثلا دارید در مورد صبح صحبت میکنید، هشت صبح یا هشت شب، هفت صبح یا هفت شب، هفت صبح یا هفت عصر. بنابراین کافیه این کلمه رو قبلش بیارید که مشخص کنید ساعت صباح یدی، یعنی ساعت هفت صبح. بعدی رأس ساعت، اینم ساعت اوله اون بیر، یعنی ساعت 11 ظهر. ساعت اوله اون بیر، ساعت 11 ظهر. و ساعت اون، ساعت اون که قبلش گجه آورده، ساعت گجه اون، ساعت گجه اون یعنی ساعت 10 شب. پس اینجا با سه تا قید زمان آشنا شدید: صباح، اوله، گجه، صبح، ظهر، شب. که وقتی بخوایم ساعت رو بیان کنیم اینا رو میتونیم قبلشون بیاریم. تو پرانتز گذاشته که اگه خواستید بیارید، اگرم نه که بیان نکنید، ولی بدونید که قبلش به این شکل میتونید بیان کنید: صباح یدی، اوله اون بیر، گجه اون، به این شکل. و ما بریم سراغ این که نیم باشه، یعنی ساعت ما روی نیم قرار بگیره. بوچوک یعنی نیم. حواستون باشه من این بالا هم بهتون گفتم یارم ساعت یعنی نیم ساعت، اما اگه نگاه کنید یارم قبل از ساعت میاد و مستقله. ما یارم ساعت رو داریم به معنی نیم ساعت، یارم یه جا دیگه هم به کار میره. برای اینکه بگیم ساعت نیم بام داده کافیه بگیم ساعت یارم. یارم یعنی ساعت نیم بام داده. همچنین برای واحد شمارش وقتی میخوایم بگیم نیم کیلو میگیم یارم کیلو. اما این بوچوک فرق داره. این بوچوک بعد از عدد میاد، یعنی به این شکل قبل از کلمه قرار نمیگیره، میاد اینجا همونطور که میبینید بعد از اینا داره قرار میگیره. من اینو براتون آیلایت هم میکنم با رنگ آبی. ببینید بوچوک یعنی اوتوز دکیکا. حالا میخوام بگیم ساعت 6:30 صباح رو قبلش آورد. صباح 6:30، صباح 6:30 یعنی ساعت 6:30 صبح. 12:30 میشه اوله، اون 2:30 ساعت 12:30 ظهر. اوله اون 2:30. و ساعت 7:30 میشه اکشام 7:30. اکشام 7:30 ساعت 7:30 عصر. پس چی شد؟ به این شکل صباح 6:30،
sabah 6:30 ساعت 6 و نیم صبح. öğle 12:30 ساعت 12 و نیم ظهر. akşam 7:30 ساعت 7 و نیم شب. پس شد sabah 6:30 öğle 12:30 akşam 7:30 که به این شکل بیان میشه. و بوچوک رو ما داریم بعد از عدد میریم. فرقش اینه که بوچوک بعدش قرار میگیره و به معنی نیم هست، اما این یارم قبلش قرار میگیره و معنی نیم ساعت میده. خودش یک واحد زمانیه، اما این برای وقتی که عقربه بزرگمون بیاد روی نیم قرار بگیره و به این شکل بخوایم بگیم 6:30 و ازش استفاده میکنیم. خب اعلام ساعت خیلی راحت بود تا اینجا که یاد گرفتید. برای رأس ساعت و همچنین برای نیم خیلی راحته. اما در ادامه بریم سراغ این فرمولی که یاد گرفتید. گفتیم پس وقتی که عقربه بزرگ ما روی 12 قرار بگیره یا روی 6 قرار بگیره کاری نداره. اما بریم سراغ عقربه بزرگمون که توی این مسیر قرار بگیره، یا سمت راست یا سمت چپ قرار بگیره. اگه سمت چپ قرار بگیره به این شکله. ساعت رو بیان میکنیم. اینجا گرامرش رو کامل داریم، هرچند که توی ویدیو هم شما کامل یاد گرفتید. ساعت آ و ا رو داریم، یعنی ب. این پسوند رو یاد گرفتید، یعنی ب با حرف بزرگ نوشته، یعنی هم میتونه آ باشه هم میتونه ا بشه با توجه به قانون هماهنگ حروف صدادار خودمون باید انتخاب کنیم. بعد از اون هم مقدار دقیقه رو میارید که مونده به اون ساعت و بعد وار رو میارید که وجود دارد. مثلا اینجا وقتی نوشته ساعت 9:45 دقیقه، در واقع میشه ساعت 9:45. پس 10 رو می نویسیم. حواستون باشه اینجا 9 ولی اینجا نوشتیم 10، پس میگیم اونا. پس من بهش اضافه میشه اونا چیرک. حالا دقیقه میاد، میبینید اینجا داره دقیقه میاد. اونا چیرک وار. به همین ترتیب که دیدید اونا چیرک وار، خیلی راحت، یعنی 9:45 اونا چیرک وار، یعنی در سمت راست قرار گرفت، همینطور که اینجا دیدید. بعدی چیه؟ 9:45 ساعت 4:45 15:45 میشه 4:45 دیگه. پس این 4، اینم بهتون بگم نکتهشو، در واقع این 4 بوده به معنی 4 به اضافه پسوند ا شده. طبق قانون هماهنگی حروف صدادار ت خط خورده تبدیل به د شده، به خاطر همین شما اینجا دارید د رو میبینید. میگه 9:45 یعنی به 4 یروب هست، یروب مونده. 9:45 یعنی یروب به 4. بعدی 2:40 است، یعنی 20 دقیقه به 3. دوباره اینجا میبینید ساعت بعدیشو می نویسیم 3 به اضافه ا شد. 3:20 20 دقیقه به 3. و ساعت بعدی 6:55 دقیقه میشه 5:55. 6:55 دقیقه میشه 5 دقیقه به 7 دیگه. پس ساعت بعدیش رو نوش 7 میشه 7. بعد از اون پسوند ا رو اضافه کرد، یه میانجم که قرار داده، و بعد دقیقه رو آورده و وار. پس اینجا حواستون باشه آ و یا ا رو داریم، بعد از اون هم وار رو داریم، یعنی سمت چپ ساعت وار میاد و ما بینشون هم چی قرار میگیره؟ دقیقه، دقیقه قرار میگیره و قبلش هم که ساعت میاد، یعنی به این شکل اضافه میشه. این برای وقتی که عقربه بزرگمون سمت چپ ساعت قرار بگیره. و ما بریم سراغ این قسمت که عقربه بزرگمون بیاد سمت راست قرار بگیره. از چه فرمولی استفاده میشه؟ یاد گرفتید ساعت به اضافه پسوند مفعولی، که این پسوند رو یاد گرفتید ا ای او و یا او هست. اگر نیاز بود یه میانجی هم قبلش میاد. بعد دکیکا اومد و بعد گچیور اومد. خب میخونم 10:15 ده و ربع میشه چی؟ ساعت اونو، میبینید پسوند مفعولی قرار گرفت، ساعت اونو چیرک گچیور، ساعت اونو چیرک گچیور، ساعت 10:15 است، اونو چیرک گچیور، ساعت اونو چیرک گچیور، ساعت 10:15 است. مورد بعدی 16:15 چی؟ نوشته دردو. دوباره اینجا میبینید درت بوده به اضافه او شده، طبق قاعده نرم شدن حروف صامت ت تبدیل به د شده و اینجا ما او رو داریم. پسوند مفعولی رو میگه دردو چیرک گچیور، یعنی ساعت 4:15.
بعدی 3:20 نوشته 3:20 geçiyor ساعت 3:20 است و آخری 7:10 7:10 geçiyor ساعت 7:10 است. اینم که یه میانجی اینجا قرار گرفت به همین راحتی. پس چیزی که یاد گرفته سمت راست ساعت از پسوند مفعولی استفاده میشه او ای او و او و همچنین در انتها فعلش گچیور خواهد بود. این وسط هم که داکیکا میاد من اینجا می نویسم و اینجا هم که ساعت هست. پس اینم برای اینکه عقربه بزرگمون سمت راست ساعت قرار بگیره. به همین راحتی شما اعلام ساعت رو اینجا یاد گرفتید. گفتیم وقتی رأس ساعت باشه کافی همون ساعت رو اعلام کنیم، وقتی نیم هم باشه به این شکل بیان میکنیم و فقط وقتی عقربه بزرگمون حرکت میکنه از بین 6 تا 12 از بین 12 تا 6 به این شکل فرمول داره که باید بیان کنیم. پس تمام مواردی که یاد گرفتید برای این سوال بود. ساعت کاچ، سوال من الان از شما، ساعت کاچ الان ساعت چنده؟ بیان کنید توی کامنت ها هم برام بنویسید، چک میکنم. ساعت کاچ، سعی کنید که ساعتی که دارید اعلام میکنید رأس ساعت نباشه و برام توی کامنت ها بنویسید. مرسی که همراه هم بودید. امیدوارم مطالب این ویدیو رو خیلی خوب یاد گرفته باشید. توی ویدیوی بعدی میریم سراغ این سوال، ساعت کاچ تا در ساعت چند، که این فرق میکنه. فرمولش هم یکم تغییر میکنه که توی ویدیوی مجزایی توی ویدیوی بعدی بهتون آموزش میدم تا کامل این دو مبحث ساعت رو یاد بگیرید و بپردازیم به مباحث این فصل. مرسی که همراه هم بودین. ویدیو رو حتما لایک کنید، بهمون انرژی بدید و ترکچه لکلن، بیزیم لکلن، خوش شکلن.